با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس اصل پهلوان هستم و دقایق با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار بینندگان عزیز این برنامه رو بگذاری تقدیم بکنم به دکتر شاپور بختیار امروز 15 مرداد هستش و مصادف هستش با ترور دکتر شاپور بختیار دکتر شاپور بختیار که در سال 1370 در 15 مرداد ماه به دست دشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد دکتر شاپور بختیار یک انسان آزاده یک سیاستمدار و کسی به عنوان آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه فقید بود و چهل روز در واقع چندین روز بیشتر البته طول نکشید ولی فعالیت کرد آخرین نخست وزیر ایران در زمان شاه فقید به حساب می آمد او دبیر کل سابق حزب ایران عضو جبه ملی ایران و بنیانگذار نهزد مقاومت ملی ایران بود دکتر شاپور بختیار در چهارم تیر ماه 1293 از پدری به نام محمد رضا معروف به سردار فاتح, بختیاری و مادری به نام ناز بیگم دختر سمسام بختیاری صدر پس از مشروطه و در روستای ما بین منطقه حفاظت شده سبزکو در استان چارمحال بختیاری به دنیا آمد دکتر شاپور بختیار پس از پایان تحصیلات دوره ابتدایی خودش تحصیلات متوسطه را ابتدا در اسفهان و سپس در بیروت به پایان رساند او مدرک دیپلمه خودش رو از مدرسه فرانسوی بیروت دریافت کرد و آشنایی او با دنیای سیاست و نظریات سوسیالیست دموکرات ها و علاقه به فرهنگ ادبیات فرانسه خصوصا شعر از همان دبیرستان فرانسوی شروع شد و تا آخر با ماند در سال 1115 دکتر شاپور بختیار به فرانسه رفت و در دانشگاه سربون ثبت نام کرد در سال 1118 با مدرک کارشناسی از این دانشگاه فارغ و تحصیل شد دکتر شاپور بختیار بخش مهمی از جوانی خودش رو در فرانسه زندگی کرد و با دختری فرانسوی ازدواج کرد و نام های فرانس... فرانسوی نیز برای فرزندان خود انتخاب کرد گای فرانس پتخیک و ویویان از همسر نخستی نخستین دکتر شاپور بختیار بودند و همچنین همسر دوم دکتر شاپور بختیار شهینتاج بختیار خانم مشگان واحدی نام دارد که یک پسر به نام گودرز دارند بینندگان عزیز ما میتونیم در این راه جبهه ملی باشیم یا نباشیم یا به این اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم ولی اون چک که مسلمه دکتر شاپور بختیار در راه آزادی ایران کشته شد به دست ستن بگذارید قبل از اینکه بپردازم به اتفاقاتی که در دو, در دو بخش هستش در دو سو قصد یکی ناموفق و یکی موفق و باعث شد که او رو بکشند به نگاهی بکنیم به چند جمله ای از دکتر شاپور بختیار فتنه خمینی مسلما ننگینترین سیاهترین و بی از نظر تمدن انسانی است که دنیای جدید دیده یا تجربه کرده اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه بله در سال 1359 سپاه پاسداران یک گروهی رو میفرسته به فرانسه به رهبری انیس نقاش انیس نقاش یک طبعه لبنانی بود و معمور ترور دکتر شاپور بختیار که در واقع در این حمله ای که به خانه او میکنن یک پلیس فرانسوی و همسایه دکتر شاپور بختیار جانش رو از دست میده و یک پلیس جوان هم فلج میشه و انیس نقاش توسط پلیس فرانسه هم تو که عکسش رو میبینید دستگیر و به حبس ابد محکوم میشه اما پس از مدتی در تبادل با های فرانسوی در لبنان از طرف دولت فرانسه بهش عفت داده میشه و به جمهوری اسلامی تحویل داده میشه انیس نقاش بعد از آزادی در ایران اعلام کرد که این تیم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای قتل دکتر شاپور بختیار اعزام شده بوده باید و اینجا اشاره کنم که انیس نقاش بارها بارها در هاش گفته که از اگر دوباره من برمیگشتم دوباره این کار رو انجام میدادم و همیشه از خودم ناراحتم که نتونستم دکتر شاپور بختیار رو بکشم انیس نقاش در ایران تجارت میکنه انیس نقاش یک موقعیت بسیار خوبی رو برای خودش به وجود میاره هرچند که او رو در ایران خاک نکردن ولی در بیروت هستش انیس نقاش در زمان کووید مبتلا به کووید میشه و سقط میشه انیس نقاش کسی یکی از تروریست های جهانی بود که در فرانسه میبینیم باز هم تبدیل تبادل گروگان ها یک تروریست رو برمیگردونن ایران و تروریست های دیگه، یه سری لبنانی رو آزاد میکنن خلاصه باز هم اسرا رو تب، تبادل اسرا در اینجا انجام میگیره و این قاتل آزاد میشه قاتلی که حتی کتاب نوشته قاتلی که حتی بارها بارها به این اشاره کرده و گفته و گفته و گفته که افتخارش این بوده که این مسئولیت رو بهش دادن و ناراحت از این که این موفق نشده انیس نقاش باید بتون بگم که متولد 1951 بود در بیروت و در 22 فوریه 21 کشته می... یعنی از طریق کووید مریض میشه بیمار میشه در اون زمان در دمشق بوده و همونجا هم خاکش میکنن دومین سوء قصدی که به دکتر شاپور بختیار کردن من بارها بارها در هر سالی که شده و من این وظیفه منه ولی اینکه من جزو کسانی هستم در روزگاری به دنیا آمدم در روزگاری بودم در مقطع زمانی بودم که حضور داشتم و به و این تاریخ رو با چشمان خود دیدم در همان زمان 1370 که میشه 1990 در پاریس دکتر بختیار رو میکشن دکتر بختیار رو که میکشن توسط فریدون بویرحمدی فریدون بویرحمدی که عکساشون رو میبینید در همین نام وقتی که البته فریدون بحران احمدی هم کووید گرفت و مرد و وکیلی راد و آزادی یه چیزی براتون بگم در سمون سال 1991 در اوتماه بود من در اون زمان خب مدرسه میرفتم صبح یک درس میخوندم صبح حسابداری می‌خوندم شبای الکترونیک می‌خوندم تابستون بود و من مدرسه نداشتم من در یک کارخونه ای که اون موقع ای کارخونه ای بود که کارت های بانکی رو این پوسش یا اون چیزی که وسطش هستش در اون موقع اون کمپانی به نام شولنبرژه درش من باید میرفتم کار میکردم پنج صبح کار میکردم تا دو بعد از ظهر فریدون بویر احمدی رو از خب از قبل میشناختم چرا که در اون قو در میدان قو یک تا کافه بود و ما همه ایرانی ها روزای یک شنبه اونجا جمع می شدیم خب ایرانی ها همه با هم آشنا شدن فریدون بویر احمدی اومد به من گفتش که شما دختر عباس پهلوانی خیلی با من شروع که حرف زدن و دیگه ما به اینطوری با هم همه چون همه با هم رفیق می اونجا دوست شدیم بعد از مدتی من خیلی دوست داشتم چون فعالیت میکردم با سازمان دفش کاویانی در موقع قسمت جوانانش و قسمت زنانش بعدها با یک نفر دیگه آشنا شدم در رادیوهای فرانسوی به نام رادیو حقوق بشر این آقایی که فهمید من فعالیت سیاسی میکنم و علاقه خیلی زیادی دارم به من گفت من نیم ساعت به تو وقت رادیویی میدم هر هفته یک رو بشو به فارسی حرف بزن یک رو بشو به فرانسه حرف بزن خب من در اونجا دیدم که من یا باید فارسی رو حرف بزنم یا باید فرانسه رو حرف بزنم به بچه های تو کافه شروع کردم گفتم بچه های کسی نمیخواد با من همکاری کنه در رادیو اومدن فریدون اومد گفتش که چرا من یه خارزاده ای دارم به اسم هومیرا اگه دوست داری میتونم بهش بگم گفتم باشه هومیرا از اینجا شد که ارتباط ما با فریدون بویرحمدی بیشتر شد از طریق همیرا خب هایی که من در پاریس میدادم گرد و دیگه همیشه فریدون بود و من از او بسیار چیزها و در کافه میشستیم خیلی صحبت ها میکردیم که اینو من مفصلا همیشه گفتم و در مورد دکتر شاپور بختیار من هیچ وقت هیچ وقت دکتر شاپور بختیار رو ندیدم و آشنایی باهاش نداشتم و یه موقع به خودم میگم ای کاشکی حرف فریدون رو گوش میکردم میرفتم پیش دکتر شاپور بختیار میگو بیم من ببرمت پیش دکتر بختیار خب منم اون نوجوانی بیش نبودم و نمیدونستم چی برم بگم خب دکتر شاپور بختیار رو دیدن برای من بالاخره یه آدم سیاسی به نظرم یه آدم مهمیه و میگفتم فریدون من نه خجالت میکشم بدید بیام چی بگم با آقای دکتر و میگو من تنها کسی هستم که اصلا اجازه احتیاج ندارم میتونم همه آن زنگ بزنم و برم پیش دکتر شاپور بختیار و بارها بارها در زمینه های این که شخصیت دکتر بختیار چجوری بود و مثل پدر او را دوست داشت و این که ممکنه خیلی از لحاظ سیاسی دکتر شاپور بختیار رو براشون بگن مثلا این شخصیتشون من اصلا نمیشناختمش من فقط از طریق یک نفری که اون آدم کش بود و اون دکتر شاپور بختیار رو کش بعداً برای من دکتر شاپور بختیار یک انسانی مهربان دوست داشتنی خیلی اینی که پای درد دل جوانان بشینه به جوانان احترام بگذاره و برای من این شخصیت رو دکتر شاپور بختیار داشت و خیلی داستان پیش می که فریدون بوی رحمدی می هیچ وقت برای من پیغام نذار برای اینکه بعضی فکر میکنم من جاسوسم من نزدیک من یکی از نزدیک ترین آدم هایی به دکتر شاپور بختیار هستم و هیچ کی به اندازه من نزدیک نیست من تمام خونه دکتر شاپور بختیار رو درست کردم خلاصه بارها بارها در مورد دکتر شاپور بختیار صحبت شد تا اینکه یک روزی آقای برومند رو میکشن من به عنوان وظیفه ملی میهنی بر سر مزار دکتر آقای برومند رفتم مراسم تشریج جنازهشون همه مراسمشون اون موقع دخترشون لادن اگه اشتباه نکنم و به ما دعوت کردم بیای منزل ما قبول نکردیم من از آقای برومند خیلی تعریف ها شنیده بودم از کی از همین مردک فریدون بویر که برومند یک شخصیتی است قوی و مبارز و خلاصه برومن برای من این شخصیت رو داشت و برای همین همی که از خب هم یکی از هم وظیفه ملی میهنی ما بود و هم این شخصیتی که اینقدر از او تعریف میشد رو ترور کرده بودند. فریدون بویر ما آمدیم خونه و آمدیم کافی دیدم فریدون بویر هم با ما آمد گفتم فریدون تو چرا اومدی گفتش که من حتی طاقت رفتن دم این آسانسور رو نداشتم این آسانسور همون آسانسوری بود که یک نفر میشناخته اومده پایین آقای برومند رو تو همون آسانسور کشته و این به ما گفت من نمیام سوار آسانسور نمیتونم برم تو اون بیلدینگ نمیتونم برم سوار اون آسانسور بشم چرا که خود اون این کار کرد داستان گذشت و شد ماه آگست و روزی که دکتر شاپور بختیار رو کشتن چهل و هشت ساعت طول کشید در صورتی که وقتی که شیفت عوض میشه شیفت بعد از او اصلا زنگ نمیزنه به دکتر شاپور بختیار که ما داریم میریم اگر مهمون دارید ما داریم میریم خدافزی کنه شیفت بعدی میاد به دکتر شاپور بختیار زنگ نمیزنه که بگه ما اومدیم مهمونی شب نداریم این میره شیفت عوض میشه صبح شیفت صبح میاد باز به دکتر شاپور بختی ها زنی نمیزنن و این ساعت ها میگذره و بعد بالاخره آقای یک لحظه اسمش رو فراموش کردم دکتر آقای بختیار میاد و زنگ میزنه تلفنش بر نمیدارن زنگ میزنه به پسرشون و خلاصش اینطوری سروش کتیبه که جوانی بیش نبود و سی سال داشت منشی دکتر شاپور بختیار بود به قول گفتنی که در اون زمان میگفتند سروش کتیبه وقتی که فریدون بویرحمدی علی وکیلی راد و آزادی به ملاقات دکتر شاپور بختیار میرن سروش کتیبه خداحافظی میکنه و خانه رو ترک میکنه گویا تا مترو میره و بعد میبینه کتابش رو جا گذاشته با کتاب برای که کتابش رو در مترو بخونه برای کتابش برمیگرده به خانه ای که جانش را میگیرند. سروش کتیبه برمیگرده به منزل دکتر شاپور بختیار و در همونجا کشته میشه چاقوهایی که در منزل دکتر شاپور بختیار گذاشته بودند فریدون بویر احمدی که او رو پدر میخواند و عشق پدری رو در او دیده بود فرزندی که فرزنده که واقعا ناخلف و یا هر چی که اسمشون رو بخوای قاتل قاتلی که با چاقوی آشپزخانه جان او رو میگیره در سفری که رفته بودم به منزل دکتر شاپور بختیار رفتم یه ویدیویی هست برات فرستادم سه اگه اونو بتونیم بذاریم ممنون میشم به منزل دکتر شاپور بختیار رفتم همیشه دوست داشتم برم ببینم دکتر شاپور بختیار کجا زندگی میکرد شماره سی و هفت در سوغند سوغند که امروز کسی دیگری در اونجا زندگی میکنه در خونه ای که سالها و سال داریش سپر جان بله با هم ببینیم سالهای سال در این خونه دکتر شاپور بختیار زندگی کرد با هم نگاه کنیم بله سوغن هستش منزل دکتر شاپور بختیار که رنگش کردند در اینجا معمورای امنیتی همیشه حضور داشتن و اتاق دکتر شاپور بختیار و منزل دکتر شاپور بختیار در شهر سوغن یاد دکتر شاپور بختیار رو گنامی می‌دارم محلی بود بسیار محلی خوب یکی از محلهای خوب پاریس بوده و متاسفانه این آخرین منزلگاه دکتر شاپور بختیار بود. بله. بله در این عملیاتی که صورت میگیره من یکی از چیزهایی که بازم میگم در مقطه زمانی قرار گرفتم و رفتم تمام دادگاه های دکتر شاپور بختیار بود وکیلی, وکیلی راد که در یک جای نشسته بود فقط دیدنش مردم بود ببینید کی اومده کی نیومده یا هندی که موقع داشت دادگاهش بود و داشتن ازش سوال میکردن همه و همه در ذهنم انگار دیروز بود فریدون بوی رحمدی که در همون موقع من گفت دو نفر از شیراز اومدن بیا ببین خیلی تو که شیراز دوست داری تو که اون شهرها رو دوست داری میخوای با اینا ملاقات کنی و من گفتم من فردا صبح کار میکنم گفت من دارم میرم سفر دیگه نمیبینی و اینا آدمای مهمیان، میان آدمای جالبی هن و من یکی از شانس های روزگارم بود که اینا رو اصلا ندیدم علی وکیلی راد که یک آدم بیورزه بود و خلاصش سوار قطار میشه همراه آزادی سوار قطار میشن و میرن به طرف سوئیس و در ژنو اونجا اشتباه میشه خلاصه بهشون مشکوک میشن آزادی در میره وکیلی راد رو میگیرن برش میگردونن فرانسه فریدون احمدی از همون روز در همون روزهایی که در همون سه‌شنبه روزی به نظرم بود که ایرانر بود ایرانر همون روز به سا... به جای ساعت دو ساعت هشت شب پرواز میکنه چون ما یه مسافر داشتیم همون روز و به جای ساعت دو بعد از ساعت هشت شب رفت به ایران برمیگرده بله علی وکیلی راد رو بازداشت میکنن ولی بله. وکیلی راد رو هم باز دوباره با یک دختر جوان دیگری که نام او بله همونطور که میبینید کلودیت ریس هستش یک معلم فرانسوی او رو با علی وکیلی راد عوض میده دوست داشتم یک ویدیوی رو با هم ببینیم نگاه یا ابروسین مونپارناسه جایی که دکتر شاپور بخیه رو به شده سپردن با هم میریم در مزار دکتر شاپور بخیه و سروشکی در مزار دکتر شاپور بختیار آمدیم دکتر شاپور بختیار متولد سال 1914 و در سال 1991 به دست تشخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد و همینطور سروش کتیبه متولد 1958 و در سال 1991 به دست تشخیمان فریدون رحمتی. بینندگان عزیز بر سر مزار دکتر شاپور بختیار هم رفتم یادی از او گرامی داشتم ولی بگذارید با یک تصویر یک قاتل که به ایران میره و میگوید که من جهنم رو تجربه کردم و به بهشت آمدم قاتل در کنار قاتلان دیگر با تشکر از سپر عزیزم در اتاق فرمان با این ویدیو از شما خداحافظی میکنم خدا نگه

وکیلی را در گفتگو با خبرنگاران گفت جهنم را گذراندم و بهشت را پیدا کردم زمانی که چشمم به سرزمینی که مفتاد افتاد تا و الان حالت روی مجازه می که باید و شاید باهاتون حرف بزنم فقط بهتون بگم که واقعا شاید به, عبارتی جهنم رو گذروندم امروز خوشحالم که به بی بهش رو بگم